مکان جدید ماهواره یوتل 7A 7B از 7 درجه ایست ترانسپاندر A1، فریکونسی ده هفتصد و پیستوی پولاریتی افقی، سیمبل ریت پیستو دو هزار، FEC سه با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن خانم ها و آقایان گرامی و تشکر از دوست گرامی هم آقای سعید بهبهانی در این سخنرانی من میخواستم قبل از ورود به بحث اصلی که به بخش دوم کتاب در تاریک هزارها یا روند فروپاشی جامعه بدوی و تشکیل نخستین دولت در سرزمین ایران رسیدم از دکترها در همه دنیا و پرستارها که واقعا در خط اول جبهه دارن می جنگم برای بشریت و آینده بشریت تشکر کنم به خصوص دکترها و پرستارهای ایرانی که در نظام آخوندی این اعلان شد که فرانسه وسایلی رو که فرستاده بود به لبنان حزب الله لبنان و عراق فرستاده شده بود و بدون ماسک یا کمبود ماسک و وسایل اولیه واقعا فداکاری میکنه به هر حال این رژیم است که با عقل و منطق و رابطه علت و معلولی حاکمان تبهکار این رژیم سر و کار ندارن برای خودشون لازم دارن به محض اینکه مریض میشن میرن دکتر ولی به مقلدین و پیروان توصیه میکنن برو نز کن از امام رضا شفاتو بگیر از معصومه هم شفاتو بگیر و اوباششون رو وادار میکنن یا تحریک میکنن برای اینکه پول مردم رو بدوشن برن قفلهای این حرم رو بشکنن و برن بلیسن و آخوندم عین خیالش نیست اگر راست میگه خودش بیاد و پسرش بیاد اونجا رو بلیسه من یادم یه فیلمی بود زن ثروتمندی بود به اصطلاح بگم راهب هندویی رحمنی بهش میگه که خواب دیدم تو باید تو قربانی کنه که رو مصادره کنه انسان فرهیخته که اونجا وایستاده بود برمیگرده به مردم میگه که مردم بین همه ما نزدیکتر از همه به خدا که همه برهمن رو نشون میدن میگه خب اگه برهمنه بس پسر برهمن باید قربانی بشه فردا کسی دیگه برهمن رو نمیبینه اول بگید طول سگت بیاد اونجا رو بلیسه بعد من بلیسم خیلی عوض میخوام این واژه رو به کار بردم به هر حال کتاب در تاریکی هزارها برای شناخت ایران تا کنون چنین کتابی نه اینکه من اینو ویراستاری کردم و باعث شدم که دو بخشش قرار بود. دو بخشش تایپ شده بود دو بخش دیگه یعنی بخش سوم و چهارم مونده بود به تکراره ولی گفتم که آقای پوربالی دل من میگه که اگه این دو بخش چاپ بشه چار دو بخش دیگه چاپ نخواهد شد گفت ببینیم چه میشه نوشتم نامه فرستادم و زنده نوشت که نامه تو بعد از گشت و گذار طولانی در پستخانه مبارکه آلمان شرقی یعنی تفتیش بالاخره به دست من رسید با یه مسافری هم جلد دوم کاپیتال و هم این دو بخش فرستاد که من همه رو تایپ کردم چیز کردم تصحیح کردم و چاپ شد و خوشبختانه این کتاب در دست کسی ایران رو بخواد بشناسه تاریخ ایران رو باید بشناسه گذشته تاریخ ایران رو اگه بخواد علمی بشناسه از و از بشناسه بدون از کجا اومده به کجا رسیده این کتاب در درجه اوله چون دید علمی و تحلیلی و من فقط بخش اول رو برای یادآوری میخونم و فقط عنوان دو بخش رو ذکر میکنم کتاب شامل یه مدخل کوتاه بود فصل شامل سه فصل از شکار تا کشت و کار که هنوز دوران غار دوم فصل دوم گسترش کشت و کار و دهزیستی در سرزمین ایران نشون میده در همه جا دهنشینی اونم به وسیله بانوان زنها حیوانات اهلی احلی میکنن و زراعت رو توسعه میده مرد به شکار میرفت فصل سوم پیشرفت های فنی و اقتصادی در جامعه بدوی یعنی اولی رسیدیم به بخش یکم که کتاب تحت عنوان همبود همبودی دودمانی یعنی کمون اولیه نخستین شکل سازمانی جامعه بدوی یعنی جامعه اولیه مشتمل بر پنج فصل به قرار زیر است فصل اول روند تکاملی همبودی بدوی یعنی کمون اولیه فصل دوم جنت یا قبیله و ایل معنی میده و ساکنین یک روستای همخون جنت و نظام جنتی از اوستا گرفت تحول خانواده و مناسبات خیشاوندی فصل سوم آثار جنت مادر سالاری در ایران فصل چهارم بقایای جنتی جنتی یعنی ای و ایلی یا دهکده های همخون در نزد ایلامی ها فصل پنجم زنتوی ایرانیان آریایی زبان به قول داریوش من آریایی زبان می نامن. رسیدم به بخش دوم اشکال تجزیه و انحلال ساختار بدوی اختصاص یافته و علاوه بر مدخل دارای سه بخش است که فصل اول همبود خاندانی مرحله گذار از مادر تباری به پدر تباری و پدر سالاری مورد بحث قرار میگیرد فصل دوم تبدیل ویس یعنی تایفه دودمانی به همبود کشاورزی و دهگده ای که همخون هستند و تحول مالکیت ویسی فصل سوم دگرگونی در مناسبات سیاسی و حاکمیت بعد میرسه به بخش سوم و چهارم که اضافه شد دیگه به کتاب خوشبختانه روند قشتبندی و پیدایش طبقات در جامعه بدوی یه ایران را به قرار زیر مورد تحقیق قرار میدهد که سه فصله فصل اول پس از ارائه یک چشمانداز عمومی به بررسی روند قشتبندی و پیدایش طبقات جامعه بدوی در ایران میپردازد فصل دوم به طور مشخص جامعه طبقاتی ایلام را در نمونه شوش مطرح میکند که پیشرفته ترین و اولین بوده فصل سوم بردگی و مناسبات وابستگی در جامعه ایلام مورد بررسی قرار میده جنگ ها باعث بردگی شدند بعضی هم فقر که بدهکار میشد مجبور به بردگی میشد بخش چهارم اثر به چگونگی بخش چهارم این اثر به چگونگی پیدایش دولت ایلام یعنی نخستین دولت در سرزمین ایران بدین قرار می‌پردازد. مدخل درباره مسائل مربوط به منشأ دولت ایلام و خلاصه ای از تاریخ سیاسی ها. فصل اول شهر و شهر دولت که شوش و شست تا شهر دولت در دو هزار و قبل از میلاد که با هم متحد کرده فضور ایلامی و خودشو اولین شاهنشاه چهارسوی جهان یعنی دنیایی که میشناخته تلقی کرد یعنی شاه اون شاه هاست هر شاه قوم خودش رو اداره میکنه شاه شاهان قوم خودش رو و اون شاه ها رو اداره میکنه به این دلیل شاهنشاه بله اسم کاملا رساس دیگه فصل سوم خصلت ساختار اقتصادی اجتماعی و شیوه تولید در جامعه طبقاتی ایلام خواستم همه رو یه بار تکراری بخونم بخش دوم اشکال تجزیه و انحلال ساختار بدوی یعنی ساختار اولی یه مدخل داره که همیشه توضیح میده کلیت و بعد خیلی علمی نوشته واقعا دستش درد نکنه واقعا خوشحالم که این پیرمرد رو در اون آخر عمر این باعث شادیش شد واقعا خوشحال شده بود در مباحث پیشین متذکر شدیم که میتوان هزاره چهارم پیش از میلاد را دوران شکوفایی و درخشندگی کامل جامعه اشتراکی ابتدایی هم بوده بدوی در سرزمین ایران تلقی کرد ایشون جامعه اشتراکی ابتدایی نوشته در عین حال قرائن و شواهد بسیار نشان میدهند که در پایان هزاره چهارم و آغاز هزاره سوم یعنی دو هزار و سال پیش هزاره سوم میشه میره به سه هزار میشه هزار مقدمات تجزیه و تلاشی این نخستین ساختار اقتصادی اجتماعی در بسیاری از نقاط ایران فراهم گردیده یا در شرف انجام بوده است یعنی از حالت کمون بودن و با هم کاشتن با هم برداشتن با هم مساوی زندگی کردن تجزیه میشه اشرافیت و حاکمیت و دولت و آخوند پیدا میشه به استثنای جامعه شوش و برخی دیگر از نقاط ایلام که در پایان هزاره چهارم وارد ساختار جامعه طبقاتی شده بود یعنی دولت شهرها تشکیل شده بود روند این دگرگونی در مناطق دیگر ایران به کندی پیشرفت داشته است بدیهی است که شرایط آن اعثار نمی در شرایط آن اعثار نمیتوان برای مجموع سرزمین ایران سیر تحولی یکسانی را از لحاظ زمانی و مکانی قائل شد دید علمیه دیگه زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تحت تاثیر شرایط ویژه تاریخی سیاسی اقلیمی و قومی ناگزیر تحولات کنتر یا سریتری داشته است این اختلاف در سطح پیشرفت اجتماعی پدیده است که حتی تشکیل دولت سرتاسری در ایران دولت حقامنشی داخل پرانتز و نیز پس از آن در مناطق مختلف کشور هم باقی ماند یعنی همه جای یکسان پیشرفت نکرد به همین جهت در بررسی اوضاع اقتصادی اجتماعی آن ازمنه امکان اینکه حد و مرز تاریخی مشخصی برای وقوع تحولات قائل کردیم وجود ندارد عمومیت نمیشه دارد. و اصولا هم نمیتواند داشته باشد زیرا صرف نظر از پراکندگی جماعات که ارتباطات زیادی هم با هم نداشتند اون هزاره سوم قبل از میلاد و ویژگی های روند تحولی هر کدام که بسته به امکاناتشون بوده از آنها در کشور ما هر کدام از آنها در کشور ما این تغییرات در جوامع باستان خود اغلب به نحو نامحسوس و در هم پیچیده انجام می گیرد که تعیین هر مرز قاطعی را نفی می کنن. و لذا باید بر اساس داده های موجود تحقیقی فقط به ویژگی ها و علائم کلی اکتفا نمود بنابر این اینجا سخن مارکس رو نقل میکنه از کپیتال که خودش ترجمه کرده سخن بر سر صفات ممیزه کلی است زیرا برای دورانهای تاریخ اجتماعی مانند اثار زمین نمیتوان حد و مرز مجرد و قاطعی تعیین نمود از صفحه 348 کاپیتال جلد اول به طور کلی میتوان گفت که دگرگونی ساختار اقتصادی اجتماعی بدوی یعنی اولیه در ایران و روند تجزیه و انحلال آن معلول دو رشته عوامل درونی و بیرونی است که هم در هم ادغام میشن شدیدن رو هم دیگه اثر میزن یعنی بدون عوامل بیرونی که تاثیر مثبت یا منفی داره یا کند میکنه یا منفی باشه یا تند میکنه خود اون عوامل درونی به کندی پیش میرن یا به تندی پیش میرفتن کند میشن تاثیر عوامل خارجی به هر حال هر دو محصرم در آمیختگی نزدیک این درشت عامل یعنی عوامل درونی و بیرونی در برخی نقاط موجب تسری در روند تجزیه به انحلال ساختار بدوی شدن و فقدان آن یا ضعف تاثیر یکی از این دو عامل سبب کندی پیشرفت یا بهتر بگوییم عقب ماندگی نسبی مناطق دیگر گردیده است در واقع تحقیق شرایط تاریخی گذار از ساختار بدوی به جامعه طبقاتی معلول درجه تاثیر این عامل و پیوندیابی آنها با اوضاع و احوال ویژه هر یک از همبودی های جداگان است بدیهی است که از میان این دو عامل کلی عامل درونی عمده است طبیعی اون فراهم نشه تکون نمیخوره همینجوری که ما در تا موقعی که پارانتز باز کنیم در ایران عامل درونی یعنی آگاهی مردم به منافع خود و دنبال اون منافع رفتن نه دنبال ایده ها و امر و نحی های این و آن خب این عامل درونیه وقتی این فراهم شد عامل بیرونی که بازدارنده است دولت نمیتونه پایدار این دو عامل عامل درونی عمده است زیرا چنان که گفتیم عامل بیرونی فقط جنبه تسریعی یا کند کننده دارد و لذا تا موجبات تحول درونی فراهم نباشد نمیتواند به پیشرفت تند آن کمک نماید نمونه جالبی از این پدیده را مقایسه وضع شوش و ایلام در پایان هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم قبل از میلاد با وضع مناطق دیگر ایران به دست می دهد. خراسان، کرمان، آذربایجان و غیره در واقع چنان که دیدیم تا عواست هزاره چهارم تفاوت محسوسی در سطح پیشرفت فنی و اقتصادی میان شوش و دیگر نقاط ایران نمودار نیست ولی از پایان این هزاره یعنی هزاره چهارم دیده می شود که ایلان با سرعت شگفتانگیزی مراحل آخر جامعه بدوی یعنی اشتراکی اولیه رو طی کرده و به مرحله پیشرفت جامعه طبقاتی زندگی شهری و ایجاد قدرت دولتی نائل می گردد در صورتی که در وضع اقتصادی و اجتماعی نقاط دیگر سرزمین ایران تغییراتی از این نوع مشاهده نمی شود در واقع شناختن علل این تحولات نسبتا سری در بخش محدودی از سرزمین ایران خود می تواند تا حدود زیادی علت عقب ماندگی قسمت های اعظم مناطق ایران را نسبت به ایلام که در خوزستان بوده روشن سازد به قول دوست عزیز من گفت ایرانی یعنی ایلامی ریشه از اونجا گرفته شده و درست گفت بعد از خوندن این کتاب با ارزش صرف نظر از فرضیه ثابت نشده برخی از محققین مبنی بر اینکه گویا ایلامی ها از قسمت های شمالی آسیای مقدم یعنی ترکمنستان کنونی یا آذربایجان به ایران آمده و با خود فرهنگ بسیار پیشرفته ای را به همراه آوردند که اینو رد میکنه اسکندری کاملا هم درست میگه بعد کتاب پیر رو ایلام رو که 600 صفحه است میخونید ما روشن میشیم میتوان علل پیشرفت سریع جامعه ایلامی را در دو واقعیت اقتصادی جغرافیایی و سیاسی آن خلاصه نمود اون کتاب توسط خانم شیرین بیانی ایلام ترجمه شده نخست آنکه واقعیت اقتصادی جغرافیایی و سیاسی ایلام باعث پیشرفته شده چرا یک نخست آنکه ایلام در نتیجه قرار داشتن در یکی از حاصلخیزترین مناطق ایران در مجاورت بزرگترین رودخانه های این کشور کارون و کرخه و شعبه های آن شعب آن ها و نیز دارا بودن منابع طبیعی جنگلی و معدنی سرشار زودتر از مناطق دیگر سرزمین ایران امکان یافته است وضع اقتصادی پیشرفته تری به دست آورد و لذا توانسته است سریعتر چارچوب جامعه بدوی اشتراکی اولیه را در هم شکند ثانیا همسایگی دیوار به دیوار ایلام با بین نهرین که در آنجا از اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد روند شهرنشینی و تشکیل دولت قوام گرفته بود و مناسبات بازرگانی وسیع از آن کشور به وجود به ویژه با اقوام پیشرفته همسایه یعنی سومری، اکدی، بابلی و آسوری روند تکامل داخل جامعه و گشبندی درون آن را تسری نموده است در واقع با آنکه کوهها و های متعددی ایلام را از بین نهرین جنوبی جدا میکرد، مهازار راه های مختلف آبی از طریق خلیج فارس، داخل پارانتز من نوشتم، و خشکی از قبیل راه هایی که از منطقه سلیمانیه تا در ره های رود کرخه شوش را به آشور متصل میساخت یا بابل یا اکد یا سومر، و ارتباط میان ایلام و بین النهرین را تعمین می نمون. مبادله محصولات میان قبایل ایلامی و اقوام همسایه از زمانهای بسیار کهن در جریان بوده و این خود یکی از عوامل مهم تسریع قشبندی و تجزیه در درون جامعه بدوی ایلام به شمار می رود می بینیم که همسایگی با یک کشورهای متمدن هم باعث تسریع میشه تقلید میشه عقص میشه و مبادله میشه ایجاد مبادله ثروت میکنه در بخشی از جامعه در بخشش فقیر میمونه و این اختلاف به وجود میاره و همینطور دولت که امنیت رو باید برقرار کنه درست است که دیگر اقوام ساکن بخش های غربی ایران نیز با بین این همسایه بوده و مناسبات نسبتاً گسترده ای هم میان برخی از آنها با اقوام همسایه از دیزباز برقرار بوده ولی اوضاع زندگی درونی آنها و فقدان امکانات اقتصادی مساعد نظیر ایلام مانع از آن شده است که اوضاع اجتماعی آنها به سرعت تحول یابد در مورد احوال این اقوام به فصل سوم مقدمه و فصل سوم بخش, دو بخش فصل سوم همین بخش دوم مراجعه شود که گوتی کاسی ها که 500 سال بر بابل حکومت کردند اینا ساختار قبیله خودشون رو از دست ندادن مثل ایلام پیشرفت نکرد و این خود بهترین دلیل بر رد نظریات است که تنها عامل همسایگی و ارتباط را با دولت های همسایه در مورد پیشرفت ایلام مطلق می سازن. بسیار عالی نمیشه هیچ پیروی نمیکنه از هیچ کس اگرم به اونجا مترجم کپیتال سند میاره اون سند هم خودش تایید درستیه نه اینکه که, که اونجا در واقع بیان میشه که نمیشه عمومیت داد باید مورد به مورد تحقیق کرد بله سابقا این نکته را متذکر شده ایم که در نظام جنتی یعنی نظام قبیله ای مناسبات خیشاوندی دودمانی به حکم آنکه پایه اصلی اتصال گروه و بقای جماعت را تشکیل می دهد ضرورتا و طبیعتا هم مناسبات تولید و هم مناسبات سازمانی و حاکمیت جمعی را در بر میگیرد بنابراین ژنت یعنی قبیله و ایل در عین اینکه یک واحد خیشاوندی است واحد تولیدی و سیاسی نیز هست در اون مراحل اولیه به همین سبب ویس ابتدایی تایفه ابتدایی یعنی همبود کشاورزی عشیره ای در عین اینکه محل سکنای مشترک جماعت است کانون همبودی و مالکیت و حاکمیت مشترک آنها نیز به شمار میرود و در واقع قالب مادی این پیوستگی و وحدت است ولی خانواده جمعیت و تولید عوامل متحرکی هستند که هم نه تنها و به تبعیت یکدیگر تغییر و تحول پیدا می کنند و لذا با وجود پیوستگی هر یک از آنها جداگانه نطفه های تجزیه و تلاشی همبود تایفه ای را در بر دارند جمعیت طبیعتا زیاد می شود و ناگزیر حدود سکنا و تولید در هم می شکنند و مهاجرت ها تغییرات مشخصی را در ترکیب سکنای ویس به وجود می آورند ازدیاد جمعیت در تقسیمات تایفه ای و قبیله ای ازدیاد جمعیت به تقسیمات تایفه ای و قبیله ای می انجامد سیر طبیعی مناسبات زن و مرد تایف... مناسبات زن و مرد تایفه ای به خانواده تجزیه می کند مناسبات زن و مرد تایفه ای را به خانواده تجزیه می کند یعنی همه زنان مال همه مردان بودن ولی تبدیل به خانواده ای می میشه که زن با مرد هر زنی با یک مرده و فرزندان خاص خودشون رو دارن و رفته رفته علائق تایفه ای را سست می نماید پیشرفت های فنی مالکیت و تولید مشترک که تایفه ای را به واحد های خاندانی و نابرابری ها تقسیم می نماید. و ورود قهری یا پذیرش مسالمت آمیز افراد دیگر به درون همبود تایفه ای مبانی همخونی و خیشاوندی را متزلزل می سازد گاهن ها و جمع این تاثیرات متقابل به نظام جنتی یعنی قبیله‌ای و یک پارچگی آن خلل وارد می سازد و موجب تغییرات در شیوه حاکمیت و مناسبات سیاسی می کردن. از میان این عوامل سگانه مزبور عامل اقتصادی یه تولید که جمعیت نیست جزء جدایی ناپذیری از آن به شمار می آید متحرک بخش این وحدت را تشکیل می دهد و آنچه در مورد این عوامل نقش پیشتاز ایفا می کند ابزار و ادوات تولید است که از همسایگان هم قرض میگیرن همسایگان پیشرفته که با پیشرفته مستمر خود موجب ترقی نیرو یه باراور جامعه و مجموعه تولید میگردن و عوامل دیگر را ناگزیر به حرکت و تغییر و دگرگونی به دگرگونی میکشانن بدیهی است که هر تغییری در دگرگونی در هر یک از دو عامل دیگر به نوبه خود در عناصر دیگر این وحدت تاثیر متقابل دارند و درجه پایداری و مقابله آنها با تغییرات جدید در مجموع تحول موثر است زیرنویسی نوشته اگر به عقب برگردیم حرکت تاریخ مانند وحدت تفکیک ناپذیر تکامل دو عنصر متضاد واقعیت اجتماعی به نظر می رسد الف تکامل عمومی وسایل استیلا بر طبیعت وسایل تولید در تأمین ماندگاری یک نوع دائما با فرایند به گسست تدریجی همبستگی همبودی و تکامل نابرابری ها میان افراد و گروه ها یک منبع فرانسوی رفرانس داده شد نظر به این که جامعه بدوی مناسبات خیشاوندی در مناسبات خیشا... نظر به این که در جامعه بدوی مناسبات خیشاوندی نقش درجه اول را در مورد سازمان تولید و سازمان اجتماعی ایفا می کند و در واقع گرهگاه وحدت مناسبات اقتصادی سیاسی و عقیدتی یا ایدولوژی که هم بوده است بررسی چگونگی پیدایش طبقات و دولت مستلزم تحقق درباره شرایطی است که موجب زوال نقش متفوق مناسبات خیشاوندی در مجموع پیوسته وظایف حیات اجتماعی میگردن به دیگر سخن مستلزم بررسی این مسئله است که چگونه خصلت حاکمیتی که در درون این وحدت خیشاوندی جا دارد بر پایه اوضاع و احوال جدید تحول پیدا می و مناسبات سیاسی تازه‌ای به وجود می در کنار مناسبات اقتصادی که در عین ادامه مناسبات خیشاوندی با مناسبات پیشین در تضاد قرار می دیرن. صفحه 64 به موریس گودیلیه رفرانس میده. بله. خیشاوندی نیست که به طور اسرارآمیز مبدل به مناسبات سیاسی می شود. وظیفه سیاسی موجود در مناسبات خیشاوندی قدیم است که گسترش پیدا می کند و بر پای مسائل جدید تحول می یابد یعنی یه نهاد دفاع رو به عهده می اون یکی نهاد عقیدتی و ایمانی رو در نظر دست میگیره اون یکی ها مجبور به تولید و مالیات دادن میشه و سربازی ولی مسئله مهم برای درک ساختاری که در نتیجه تحول تجزیه و تلاشی همبودی بدوی یعنی اون کمون اولیه جامعه اشتراکی اولیه به وجود آمده تنها عبارت از تحقق درباره علل و اسباب این تجزیه نیست ولی مسائل مهمی مهم برای درک درست ساختاری که در نتیجه تجزیه و تلاشی همبود بدوی به وجود آمده تنها عبارت از تحقق درباره علل و اسباب این تجزیه نیست بلکه با بررسی شرایط مشخص تاریخی این گذار به جامعه طبقاتی نیز ملازمه دارد زیرا تحولات اجتماعی یه هیچ ساختار اقتصادی اجتماعی نوین به ویژه در گذار از جامعه بی طبقه بدوی یعنی اولیه به جامعه طبقاتی نمیتواند در شکل خالص تجریدی خود و مبرا از عناصر و بقایای کمابیش مهمی از جامعه پیشین پدید آید یعنی اون جامعه پیشین هم در کنار این اونتا این مخصوص بخش خاصی از جامعه میشه اونا هم وجود دارن بنابراین درجه تاثیر و مداخله عناصر گذشته در ترکیب جامعه نوین و چگونگی پیوندیابی آنها یا نهادهای نوین یکی از مهمترین ضوابط برای تشخیص دقیق کیفیت سازمان اقتصادی اجتماعی نوبنیاد است چگونگی این تشخیص را میتوان به سنجش ایار طلا تشبیه نمود همچنان که طلا پس از محک باز طلا باقی میماند جامعه طبقاتی نیست پس از آنکه با زابطه مورد بررسی با زابطه مورد بررسی قرار گرفت باز هم جامعه طبقاتی است ولی چون میزان غش و ناخالصی آن معلوم گشته است ماهیت آن بیشتر آشکار می گردد همچنان که اشیاء زرین ایارهای متفاوت دارند جامعه نو نیز بر حسب پیوندیابی آن با نهادهای جامعه کهن به انواع مختلف تجلی می کنن. یعنی یه بخشش به صورت ایلی باقی مونده یه بخشش به صورت روستایی باقی مونده یه بخشش به صورت در ایران و میگم بخشش که مسلس همزیست من اسم گذاشتم خیان کمپلمانتر و یه بخشش به صورت شهرنشینه در بخش شهرنشین طبقات به وجود اومده یعنی سلسله مراتب اجتماعی دینی و حکومتی و تجارت خب در اون جوامع اونا اون بقیه همون جور باقی موندن بعد به قول ابن خلدون اون جامعه ایلی حمله میکنه دوباره اون ایل تبدیل به حاکم میشه و شاهان ایران جز شاید بخشی از ایلان خان نظامی ایل حاکم خود فضور این شوشی ناکم خان نظامی قوم حاکم و ایل حاکم شوشه به هر حال ایلامی هم قبایلشون معلومه سه قبیله اسم برده شده خوزها یا خوزها یکی از اونا هستن خوزستان از همون جا میاد احواز هم جمع حوزه بنابر این عربی البته بنابر این بررسی مسائل مربوط به گذار از جامعه بی طبقه بدوی یعنی اشتراک اولیه به جامعه طبقاتی باید از دو سو انجام بگیرد یکی از سوی جامعه بی طبقه که به طور مشخص مورد تحقیق است و دیگر از سوی اشکال مقدماتی جامعه طبقاتی که از تجزیه و تحول آن جامعه مشخص بدوی به وجود آمده است لذا در مورد بررسی این تحول در جامعه ابتدای ایران باید هم آثار کاوش های باستانشناسی و هم اسناد و فاکت های تاریخی از آنها استمداد نمود آثار مکشوفه در کاوش ها و شواهد کتبی دگرگونی هایی را که در طی هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد در جامعه بدوی ایران رخ داده است منعکس می سازن. که همه اینها را به صورت فشرده اسکندری بررسی کرده بود خوندم اگرچه تحولات جامعه بدوی چنان که در سا مباحث پیشین متذکر شدیم در همه مناطق ایران یکسان نبوده و تاریخا نیز به موازات یکدیگر انجام نیافتهاند ولی با این وجود میتوان بر پایه شواهد مزبور خطوط کلی این دگرگونی ها را به شرح زیر مشخص کرد از کسی ندیدم که این کار رو بتونه بکنه زنده زندهیاد ایرج اسکندر یک همبودی تایفه ای یعنی جامعه اشتراکی اولیه در اکثر مناطق یگانگی گذشته خود را از دست داده یا در شرف از دست دادن بوده است همبود تایفه ای به خاندانهای چندی تقسیم گشته است دو خانواده بر پایه نکاه زوجی استوار شده همه زنها مال همه مردان قبیله نبودن سه تفوق اقتصادی و اجتماعی مرد چون جنگ مهمتر شده رفته رفته تحکیم یافته و خیشاوندی بر پایه تبار پدری جانشین خیشاوندی بر اساس دوده مادری گردیده است در بسیاری از جوان در بخشی از ایلام در بخش سلطنتی باقی مونده چهار با اینکه در بعضی مناطق دشت و کوفای همبودهای کشاورزی یعنی ویسها یعنی تایفه ها مناسبات قدیم تایفه ای و شیوه زیست کهن را به طور کلی حفظ کرده اند در بسیاری از نواحی ویس ها یا تایفه ها به صورت همبودهای روستایی یا دهکده ای بر پایه اقامت مشترک در سرزمین واحد یعنی دهکده در آمدند با این حال مالکیت مشترک سرزمین و تولید جمعی در این همبودهای روستایی به اشکال مختلف باقی مانده است یک توضیح از خودم بده ببینید وقتی جامعه ایله ازش بپرسی کی هستی میگه از ایل شاه سوند چیز مثل تایفه شاترانلو مثلا یا چارلنگ تایفه پولا عین همین در کرد عین همین در ل... بلوچ لور ترکمن هندو اروپایی ایل پارس تایفه پازارگاد اشیره حقامنش بله باقی مونه اما وقتی دهکده شد بپرسی کجای هستی میگه اهل فلان دهکده هم ضمن اینکه اگر اون دهکده از بقایای ایل باشه یعنی در لور باشن به لور رفرانس میده زیاد کاوش کنید شاه باشه به شاه ترک رفرانس میده و ایل و تایفه شو میگه و عشیره شو میگه و کرد باشه همینطور بلوچ باشه همینطور عرب باشه همینطور ترکمن باشه همینطور پارس های باستان هم همینطور زبان فارسی کنونی که زبان مهاجر دیوانی و ادبی به ایران هزار سال پیش ایلش در افغانستان و تاجیکستان گیر میاد این زبان مهاجر دیوانی و ادبی هر شهری که مرکز مبادله شده زبان اونجا رو تحلیل برده فارسیزه کرده اما از اون شهر تهران میرید به میگون میگونی یعنی گیلکی صحبت میکنید همین قدیم کن تهران هم گیلکی صحبت میکرد دوست عزیزی که همین صحبت رو کرد که ایلامی یعنی ایرانی ایشون بله محققه و گفتن تفوق اقتصادی اجتماعی اینم که خوندم پنج در برخی از نواهی بنابراین نتیجه در حالتی که ایل زنده است در درون ایل به ایل رفرانس داده میشه وقتی ده دهنشین میشه به ده, رفرانس میده شهرنشین هم به شهرش یا استانش رفرانس میده ممنونم پنج در برخی از نواحی ایران به ویژه نقاطی که در مسیر راه های بازرگانی و مبادلات قرار گرفتن ویس یعنی تایفه گسترش یافته و به صورت شهرها و سازمانهای ویژهی در آمده و رفته رفته شکل شهر دولت به خود گرفتن شیش در ایلام بخصوص در برخی نقاط مناسبات سیاسی تازهی بر پای قدرت متمرکز قبیله به وجود آمده است در حالی که نظام قبیله ای همچنان بر پایه اجتماعی حکومت دارد قدرت سیاسی به وسیله رؤسای قبایل خواه منفردن و خواه به همراه گروهی از بزرگان و سران تایفه ها اعمال می کوروش کروش دیوکس رو انتخاب میکنه کروش عملا رهبری رو به دست میگیره داریوش رو انتخاب میکنه بله بقیه قدرت سیاسی به وسیله رؤسای قبایل خواه منفردن و خواه به همراه گروهی از بزرگان و سران تایفه اعمال میگردن از سوی دیگر با تشکیل اتحاد میان قبایل تحت, قبایل تحت پیشوایی یکی از سران آنها قدرت متمرکز سیاسی و سرزمین های وسیع تر گسترش یافته در زمین های وسیطر گسترش یافت طبقه ای از اشرافیت روحانی و قبیله ای به وجود آمده و اعضای همبودهای تایفه ای و قبیله ای به دو گروه دارای دارا و مستمن تقسیم می آخرش راجبه ایلام صحبتی می هفت در کنار مردم به آزاد همبودها افرادی پیدا شدند که حقوق اجتماعی از حقوق اجتماعی محرومند و به مسابقه برده به طور عمده در کارهای عمومی و خدمات خانگی مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. اسرای جنگی ان اینا اغلب هشت در نیمه اول هزار سوم پیش از میلاد نخستین دولت متمرکز در منطقه ای از سرزمین ایران به وجود آمده است داخل پرانتز دولت ایلام چنان که دیده می شود هزاره سوم پیش از میلاد منظره اشت... انقلاب شده توجه می کنید چنان که دیده می شود هزاره سوم پیش از میلاد منظره اجتماعی سیاسی دگرگون شده ای را مجسم می سازد سیمای اجتماعی یک شکل هزاره های پیشین و بش... سیمای اجتماعی یک شکل هزاره پیشین یعنی به صورت جامعه اشتراکی اولیه از بین رفته و چندگانگی اشکال سازمان اجتماعی جانشین آن یگانگی شده است در حالی که در بخشی از مناطق غربی ایران ایلام تمدنهای شهری، شهر دولت‌ها و سرانجام دولت متمرکز منطقه‌ای به وجود آمده است شاهنشاهی در نواحی واقع در شمال و شرق ایلام و حتی در مناطق کوهستانی جزو قلمرو قلم رو ایران ایلام سازمان های ای با تفاوت های کم و بیش محسوس به صورت قدرت های محلی یا منطقه ای یعنی اتحاد قبایل در آمدن و سرانجام در بسیاری از نقاط دیگر ایران نکنونی علا رغم تغییرات مهمی که در اوضاع اقتصادی و اجتماعی بروز کرده است هنوز آخرین مرحله جامعه بدوی یعنی جامعه اشتراک اولیه تی نشده است لذا بسیاری از سنت های جامعه جنتی، ایلی و ای و همبودی های دیرین یعنی کبنو اولیه، اشتراک اولیه با سرسختی به حیات خود ادامه میدهند شواهد بسیاری نشان میدهند که این حالات سکانه جامعه ایران در هزاره سوم یعنی وجود مراحل مختلفه تحول در کنار یکدیگر یعنی ایل ده و شهرنشین و دولت حتی با تشکیل شاهنشاهی اخامنشی با تفاوت کم و بیش مهمی باقی ماندن جامعه معاصر ایران هنوز میتواند شاهد زنده ای برای امکان همسیستی اوضاع مختلفه اجتماعی در درون یک کشور با وجود نظام حاکمیت متمرکز تلقی شود که ایل هم داریم ده هم داریم شهر هم داریم با وجود این تفاوت آشکار آنچه کمتر از همه دچار تغییر شده و حتی در شرایط تشکیل قدرت محلی جامعه شهری و دولت تحکیم یافته است عبارت از شکل جمعی و اشتراکی مالکیت ارزی است درست است که در نتیجه تقسیم زمین های هم بود تایفه یا دهکده میان خاندان‌های متعدد تولید مشترک به سبک قدیم از بین رفته و تولید خاندانی جانشین آن شده است ولی با این وجود تولید خاندانی در چارچوب مالکیت تایفه ای، یعنی مالکیت ویسی انجام می گیرد. و در خاندان ها نیز به صورت جمعی تولید می شود که همون نسقه یا به دیگر سخن مالکیت مشترک تایفه ای یا ویسی به جا می ماند و آنچه تغییر می کند فقط عبارت از شکل برخورداری از این مالکیت جمعی است نه خود مالکیت اشتراک معرکه کرد تا اصلاحات ارزی تکون نخورد یه ذره رضاشاه اداره سفت و رضا خان بود اون موقع هنوز 1923 اداره سفت اسناد املاک رو درست کرد یه رفتن صاحب دهات ده شدن ولی سازمان نسخ در ده همون جور باقی بود ده. یه بار دیگه میکنم و آنچه تغییر میکند فقط عبارت است شکل برخورداری از این مالکیت جمعی است و نه خود مالکیت اشتراکی خاندان های اجزای ویس یا نیتایفه خاندانها ها اجزای ویس به شمار می روند و تنها از آن جهت که در هم بود عضویت دارند می توانند قسمتی از زمین مشترک ویس را بکارند و از حاصل آن بهرمند گردند کشت و کاری که در آن همه افراد هم بود منطقا شرکت داشتند از مدت ها پیش ور افتاده بود زیرا از سوی افزایش جمعیت در هم بودی ها کمون اولیه جامعه اشتراکی اولیه خود طبیعتا این با از بازده این تولید کاسته و از سوی دیگر پیشرفت ابزار کار امکان تولید با عده کمتری را میسر می سازد در نتیجه دهنشینی رونق پیدا میکنه چنانچه در فصل اول همین بخش دیده خواهد شد حتی آنگاه که همبودی های خاندانی شهری به وجود می آیند و به مرور ایام قطع زمین های مشخص و ثابتی در تصرف هر یک از خاندان ها در می آید یعنی قایده پشکندازی و تقسیم نوبتی زمین های روستایی در شهر موقوف می شود باز به تعبیری که از برخی اسناد خصوصی میتوان نمود اعمال حق مالکیت خاندانی نیست در چارچوب مالکیت عالی همبود شهری انجام میگیرد با وجود این مسلم است که پیدایش همبودی های خاندانی در درون ویس قامی به پیش در جهت مالکیت خصوصی بر زمین است ولی مجموع شرایط تاریخی مانع پیشرفت سریع این روند شده است با تشکیل دولت به منزله قدرت عالیه همه همبودی ها همبودی ها یعنی کمونیت ها مالکیت مشترک ویسی پایه یعنی تایفه ای پایه اصلی قدرت مالی سیاسی حکومت مطلقه می گردد و لذا مانع مهمی را در راه تکامل مالکیت خصوصی بر زمین به وجود می آورد در همین جا سخن رو به پایان میدم و رسیدیم به فصل اول صفحه 148 در بخش دوم بنابراین این نتیجه گیری کلی که زنده یاد اسکندری از جامعه ایبسلا دوستایی و دهکده ای و قبیله ای که قبیله ها را بیان کرد اون نقطه ای رو که میخواستم بگم اینه که ایلام در این میان استثناست چرا؟ در همین کتاب اسکندری اونو بازگو کرده و این نکته ای بود که من نمیدونستم در کل این کتاب این سه بخش و اینا رو همه رو من در تزم بررسی کرده بودم اسکندری هم گفتم که من هم از مطالعه یک واقعیت که واقعیت جامعه ایران در تاریخش از ایلام تا خمینی در تز دکترایم به همین نتیجه که شما رسیدید رسیدم شما در یک مکته کوتاه یعنی ایلام از آغاز تا ایلام به صورت عمیق رفتید که از عهده من و هیچ کسی که ایرانی ها رو میشناسم که این چهار تا زبان رو بدونه و اینقدر حوصله داشته باشه و عشق داشته باشه تحقیق کنه نمیشناسم کار هر کسی نیست اما خب دیگرانم میتونم به این نتیجه ای که همون شما رسیدید رسید ولی اون نکته ای را که من نمیدونستم کجا بود اون اینه که این تا شهر دولت که در آغاز هزاره، هزاره چارم، آغاز هزار آخر هزار چهارم آغاز هزار سوم تشکیل شدن گفتم باز تکرار میکنم چون ریشه آخوندیزم رو نشون میده محصول رو که برمیداشتم میگفتم بریم اون یکی شهر رو محصولش رو بچاپیم اون شهر که مورد تجاوز قرار گرفت کی از شهر می میکرد و چیز میکرد طبعا معبد شهر هنوز شاه وجود نداشت وقتی تعداد جمعیت زیاد محصول زیاد جنگ از صورت فصلی به صورت نسبتا دائمی در میاد بخشی از روحانیت اسکندری تو این کتاب به خوبی نشون داده که میتونست از زخمی ها پرستاری کنه بقایای خانواده کشته شدگان مواظبت کنه چون ده یک محصول رو میگرفته و معبدی وجود داره در همون کتاب پیر امیه که محصول رو میریزن تو انبار به اصطلاح معبد بخشی از روحانیون اینا رئیس قبیله نیستن دیگه که آخوند بودن نهاد دفاع را به عهده میگیرن جنگ که دائمی میشه اینا تبدیل به شاهان دائمی میشن که ریشه آخوندی داشتن یعنی به قول اسکندری مغشاه و شمنشاه بودن باید ایلامیشو به کار ببریم لاماشاه درست لغتی که بودایی به کار میبردن ایلامیان به کار میبردن لاما شاه بودن و رفته رفته که جنگ دائمی میشه و خطر خارجی میاد بخشی از ایلام رو اسیر میکنه و اینا میخوان آزاد بشن پوزور ظهور میکنه که شست دولت شهر رو متحد میکنه میگه جنگ داخلی موقوف میریم با خارج میجنگیم همم غنیمتی به من مالیاتی و سربازی به من میدن که وقتی حجوم خارجی انجام میگیره از کل دفاع بکنیم من هم شاه شاهان و همون کتیبه میاره به بخش چهارم بنابراین خواستم بگم که در ایلام در ایران اولین بار از دل نهاد روحانیت نهاد دفاع یعنی سلطنت بیرون اومده سرنوشت این بود که به دست نهاد روحانیت هم سلطنت تطفیم بشه سه تا آخوند وجود داشت در ایران عینا این سلسله مراتب الان در آخوندیزم شیعه صفوی ولایت فقیهی بدعت در بدعت وجود داره قبلا هم وجود داشت قبل از خمینی هم وجود داشت اونا چی هن؟ پاشیشو رابو آیت الله العظما یا پاشیشو گال گال یعنی بزرگ کبیر لاما یا سو حجت الاسلام ها و آیت الله های کوچکن شاتین روزخان و مرسی گوه پاشیشو ربو یا پاشیشو گال آیت الله لاما یا لاماسو حجت الاسلامه و آیت الله کوچک شاتین روزخان و مرسی گوه ممنونم این لباس هم از ایلام باقی مونده در عربستانم وجود نداشت عبا رو از بیرون گرفتیم ولی ردا و امامه مال ایرانه خارج از ایران هم. از ایران رفته وجود نداشته ممنونم شب و روز عزیزان بخیر